سلام، با خبرهای این ساعت از تلو و تلو نیوز خوش آمدید. سرخط خبرها: آغاز حل اختلاف های درونی کاخ سپیدار و ارگ ریاست جمهوری. رئیس جمهور غنی و رئیس اجرایه فردا با هم دیدار می کنند. بین احزاب و بین برادرها همین را پیش بگیریم و با می را برویم که همه را به یک نظر دیده و همه را به یک راه سر بود. حراس افغانان در تلاش تصرف هلمند در همکاری با سازمان استخبارات منطقه‌ای و قاچاقبران جهانی. قدم شاه شهیم میگوید که نیروهای امنیتی حملات طالبان را در هلمند دفع کردند. متاسفانه که از وقت آخر ما شاهد حملات گسترده دشمنان مردم افغانستان در هلمند هستیم. بی باوری نسبت به اصلاح نظام انتخاباتی. نهادهای ناظر انتخابات میگویند که در طرح تعدیل قانون انتخابات موارد جدی گنجانیده نشده است. تا زمانی که عملا اقدامات صورت نگیره ما این اظهارات حکومت مثل اظهارات قبلی میپنداریم. من فؤاد امان هستم. قرار است رئیس جمهور غنی و رئیس اجرایه از بهر حل اختلافات فردا با هم دیدار کنند. همزمان با این، نمایندگان کاخ ریاست جمهوری و کاخ سپیدار برای پایان دادن به اختلافات امروز کارشان را روی یک اعلامیه مشترک آغاز کردند. در همین حال صبغت الله مجددی از هر دو رهبر حکومت وحدت ملی می خواهد که راه همدیگر پذیری را در پیش بگیرند. از سوی هم وزیر پیشین امور داخله می گوید که ادامه اختلافات درونی میان رهبران حکومت وحدت ملی نشان دهنده گسترش نفاق ملی است. ادامه اختلاف ها میان رهبران حکومت وحدت ملی برای قلب هایی که افغانستان را دوست دارند بسیار زیان آفرین شناخته می شوند. اختلاف هایی که در چند روز گذشته مردم را فراوان نگران ساختند، اما پس از پنج روز قرار است به روز چهارشنبه با هم دیدار کنند. همین راه جهاد و خلوص نیت و عدم تمیز بین احزاب و بین برادرها همی را پیش بگیریم و با می را برویم که همه را به یک نظر دیده و همه را به یک راه سر بود. ریاست اجراییه بدین باور است که ریاست جمهوری در دو سال گذشته صلاحیت های کاخ سپیدار را نادیده گرفته است و نیز موافقت نامه حکومت وحدت ملی به گونه درست عملی نشده است. اختلاف اینها اختلاف برای منافع ملی و مردم نیست. اختلاف اینها یک جنگ زرگری است که برای زر است و اینها خوب است که حداقل مردم را از این دغدغه جنگ زرگری اینا نجات بدهند. شدت گرفتن اختلاف ها میان رهبران حکومت وحدت ملی در هر گرد همایی نیز به یاد آورده می شود. این را بگذاریم که آباد شود، در جایی برسه که با واقعیتش مردم تکیگاهشان پیدا شود که ما یک دولت و یا حکومت داریم به نام وحدت ملی، نه یک دولت یا حکومت داریم که به نام البته نفاق ملی باشد. در درازای چند روز هر دو رهبر حکومت وحدت ملی بر یک دیگر اتهام های نیز بستند. اتهامات آسان است که مطرح شود و رسانه‌ای شود، لیکن فکت و اسناد و تدبیری برای جلوگیری از این کار عمده و اساسی است. توقع مردم از این رجال برجسته و رهبرهای کشور این است که اینا در این جهت تلاش بکنند. از یک سو جنگ و ناامنی ها، به سوی دیگر آشکار شدن اختلاف های رهبران حکومت وحدت ملی آرامش مردم را برهم زده است. خواست ما از رئیس جمهور و رئیس اجرایه نمین است که دیگر در بین خود جور بین و دیگر کشور ما را آرام نگاه کنه. جنجال ختم باشه، وطن جور باشه، که جنجال باشه وطن جور نمیشه. اختلاف های رهبران حکومت وحدت ملی پس از آن به بیرون درز کردند که رئیس اجراییه در سخنرانی روز پنجشنبه هفته گذشته گفت که رئیس جمهور در سه ماه گذشته حتی یک ساعت هم با او دیدار یک به یک نداشته است. به خواهان به دست آوردن حق خودش شد. محمد ناطقی رئیس کمیسیون نظارت بر تطبیق توافقنامه سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی را اینجا با خود داریم. خیلی خوش آمدید آقای ناطقی. با توجه به افزایش میزان تنش میان دو رهبر حکومت وحدت ملی، فکر میکنین که دو رهبر با پذیرش خواستهای یکدیگر
تن دهند؟ سلام خدمت بینندگان عزیز. همونطور که شما اشاره کردین واقعا اختلافات پیدا شده و شکی در این نیست. اختلافات الان هست، منتها این اختلافات همونطور که شما در جریان هستین در اختلافات درون حکومتی است، اختلافات درون سیستمی است. حکومت وحدت ملی حاصل همون انتخابات بود که به همین صورت ظاهر شد و یک حکومت ائتلافی است، شیرین پاور است. هر دو تیم این حکومت را ایجاد کرده بر مبنای اسناد. چهار تا سند اساسی ما برای ایجاد حکومت وحدت ملی داریم و الان هم راه حل همین مراجعه به همین اسناد است. چارچوب سیاسی که در 21 سرطان 2014 تهیه شد که در اونجا همین حکومت وحدت ملی روش تأکید شده و تعهداتی که طرفین داده، یک اعلامیه مشترک داریم ما در عبده اسد. این اعلامیه تهیه شد که این سند دوم خیلی مهم هم هست و سند سوم که در واقع سند مادر هست که مشروع به اصطلاح تعهداتی که طرفین داره که به مردم دادن اونا، اون همین موافقت نامه سیاسی هستن که در واقع این یک سند مادر است و این سند سوم است. سند چهارم هم فرمان های رئیس جمهور است، خصوصا فرمان 35. مجموع این چهار تا سند در واقع پایه و اساس حکومت وحدت ملی را تشکیل میده. در حال حاضر الان شما همونطور که در جریان هستین پس از ظهور اختلافات بین رهبران حکومت وحدت ملی، در حال حاضر رهبران جهادی، رهبران سیاسی، نخبگان سیاسی در واقع یک اجماع ملی است برای اینکه نباید اختلافات را حل بکنه و خوشبختانه ما در آستانه یک گفتگو و یک مذاکره هستیم که فردا این مذاکره صورت میگیره و از طرف دیگه هم خواست مردم، یعنی مراجعه با آرای مردم همه مسئله را نشان میده و تأکید میکنه برای اینکه باید رهبران حکومت وحدت ملی اختلافات درون حکومتی خیر اینا باید حل بکنه، حکومت ائتلافی یا وحدت ملی اختلافاتی که پیش آمده اینا رو باید حل بکنه و مبنای حل اختلافات دقیقا اینمی اسناد است. الان چهار این اختلافات چرا با وجود آمده؟ فکر میکنین که در واقع عامل اصلی با وجود آمدن مشکل کنونی میان ارگ ریاست جمهوری کاخ سپیدار کیست؟ ببینید سوال خیلی خوبی کردین، اختلافات چرا به وجود آمدن. ببینید مجموع این اسناد همونطور که اشاره کردم، مجموع این اسناد که پایه و اساس و بنیاد حکومت وحدت ملی را تشکیل میده باید این به عنوان یک پکیج سیاسی و به عنوان یک مجموعه از اسناد باید عملی شود. حالا یک موردش مثلا شیرین پاور است، تقسیم قدرت هست، تذکره الکترونیک هست، مسئله اصلاحات انتخاباتی است، تعدیل قانون اساسی است، لوی جرگه است، انتخابات پارلمانی و انتخابات شوراهای ولایتی است، تشکیلات اساسی دولتی است، ایجاد رهبری اپوزیسیون هست مثلا و مسائل از این دست. یعنی مجموعه از اینها چیزی در حدود شاید 10-12 تا محور اساسی در همین سندها آمده. بله. برای موفقیت، یعنی برای اینکه ما بخوایم مسائل را حل بکنیم، نگاه ما به این مسئله باشه که مجموعه این اسناد را به عنوان یک پکیج سیاسی و به عنوان مبنا و پایه و اساس حکومت وحدت ملی اینا رو در نظر بگیریم. آقای ناطقی، رئیس جمهور غنی و رئیس اجرایی عبدالله هر دو شریک قدرت در حکومت وحدت ملی هستند. فکر میکنین که کوتاهی در عدم اجرای توافقنامه سیاسی حکومت وحدت ملی برمیگرده با هر دو رهبر و یا نه تنها کاخ ریاست جمهوری مقصر است؟ نیست. ببینید اختلافات هم سر همین مسئله است. یعنی وقتی که دکتر صاحب عبدالله در صحبت های به مسئله اشاره کردن که ما به صورت کامل الان میبینیم که این موافقت نامه عملی نمیشه. مثلا اشاره مثال های هست، تذکره الکترونیک در پارسال در 28 اسد اعلام شد که اینو ما عملی میکنیم. تذکره الکترونیک هنوز از جای تکان نخورد. اصلاحات انتخاباتی الان درست است که فاز دومی از اصلاحات الان امیدوارم تا یک فرمان صادر شود، ولی بسیار به تاخیر افتاد. پارلمان ما الان خارج از وقت کار میکنه و این معنیش این که عملی نشدن. یا مثلا تعدیل قانون اساسی برخواست از بی‌توجهی رئیس جمهور غنی است. یعنی بیشترین ملامت ها رو متوجه ارگ ریاست جمهوری میکنه که
مثلا به این مسائل توجه نکرده. اونا هم شاید استدلال ها و بحث های دیگری داشته باشن، ولی همونطور پیشتر عرض کردم که ما وقتی که به این اسناد مراجعه میکنیم، واقعیت مسئله اینه جز در بخشی ساختار حکومتی که یک مقدار شاخصهای ما داریم که عملی شده، در سایر موارد الان از تذکره خبر نیست، از تعدیل قانون اساسی خبر نیست، از اصلاحات انتخابات خبر نیست. چرا این گونه است؟ چرا باید این عملی شود؟ آقای نطقی، اگر نشست فردا به تفاهم میان دو رهبر حکومت وحدت ملی بیانجامد، فکر میکنید که نتیجه این گفتگوها راهبردی و پایدار خواهد بود؟ بله، ما معتقد هستیم که رای حل اساسی و مبنای حل این اختلافات که هست در این حکومت ائتلافی بگیم، حکومت وحدت ملی، اختلافات واقعا پیش آمده دیگه، در این کس نمیتونه ایره منکر شد. اما نگرانی های وجود داره که پس از گذشت مدت دو رهبر بار دیگر رو در هم قرار نگیرن. بنابراین در اینجا شما دو تا به اصطلاح دو تا مبنای اساسی رو دارین. یکی خواسته های مردم و نخبگان سیاسی و اجماع ملی است. این همه رهبران سیاسی افغانستان خواهان مسئله است که حل شد و باید ما به این دیدگاه و به این نظریات احترام بگذاریم، و از طرف دیگه خواست مردم است. و مسئله سوم هم خود همین مجموعه اسناد است که اینا باید عملی شه. اگر ما این کارا رو بکنیم حل کردیم. حالا بر اساس چی اعتقاد دارین نتیجه گفتگوهای فردا پایدار خواهد بود و حل اختلاف ها به همیش؟ ببینید، اگر همین نکته هایی که من خدمت شما عرض کردم، یعنی احترام به آرای مردم و احترام به نظرات رهبران سیاسی و رهبران جهادی و تأکید و مراجعه به همین اسناد سیاسی که حکومت وحدت ملی داره، اگر ما اینها رو در نظر بگیریم، اختلافات محل است. یعنی سپاسگزارم. محمد ناطقی، رئیس کمیسیون نظارت بر تطبیق توافقنامه سیاسی. رئیس ستاد ارتش ملی که با ولایت هلمند رفته است میگوید که هراس افغانان با همکاری سازمان استخبارات منطقه و قاچاقبران جهانی میکوشند که اداره ولایت هلمند را در دست بگیرند، اما نظامیان کشور هیچگاه این اجازه را به هراس افغانان نخواهند داد. این مقام ارتش میگوید که هلمند در هفته های اخیر با حملات شدید طالبان روبرو است، اما نیروهای امنیتی مانع پیشروی های طالبان شدند. قدم شاه شهیم از کار نیروهای امنیتی در دفاع از ولایت هلمند ستایش میکند. هشدار رئیس ستاد ارتش ملی به جنگجویان در ولایت هلمند. قدمشاه شهیم رئیس ستاد ارتش ملی برای بازدید از میدانهای نبرد به ولایت هلمند رفته است. میگوید که نیروهای دولتی کشور در حال پیشروی هستند. دشمنان مبنی افغانستان، روسای بین المللی، قاچاقبر مواد مخدر و استخبارات منطقه دست به دست هم دادن در سراسر افغانستان و اعمال توریستی و دهشت‌افکنی دست دادن. متاسفانه که از دو هفته آخر ما شاهد حملات گسترده دشمنان مردم افغانستان در هلمند هستیم. وی از کارهای نیروهای امنیتی در سراسر کشور به ویژه در هلمند ستایش میکند و میگوید که نیروهای امنیتی تا آخرین قطره خونشان به قاچاقبران جهانی و نیز سازمانهای استخباراتی کشورهای منطقه پاسخ خواهند داد. نیروهای دفاعی امنیتی افغانستان به خاطر تامین امنیت مردم افغانستان در سراسر افغانستان بخصوص در ولایت هلمند تدابیر لازم را روی دست دارم. انشاءالله از این وضعیت به زودترین فرصت ممکن انشاءالله ما میکشیم و در وضعیت نرمال زندگی مردم شلو برمیدن. از سوی دیگر والی هلمند میگوید که در تازه ترین نبرد در هلمند 33 طالب مسلح کشته شدند. دو دی همدی ظلم دی پار راغلی دی دو دا کرغیرن چیره طول و لسوت رسوا دا اوزه دی دی دار در کمچه منگ با دی شهیدانو بدلت ریا خود. نبرد هلمند دو هفته پیش پس از آن شدت گرفت که طالبان از چند سو بر بخش های از این ولایت حمله کردند. تا لحظات دیگر، محو توان هراس افغانان در رویارویی با نیروهای امنیتی افغان. احزاب و بین برادرها همیره پیش بگیریم و میره برویم که همه را به یک نظر دیده و همه را به یک راه سر کنیم. متاسفانه که از دو
هفته اخیر ما شاهد عملیات گسترده دشمنان مردم افغانستان در هلمند هستیم. تا زمانی که عملا اقدامات صورت نگیره ما این اظهارات حکومت را مثل اظهارات قبلی میپنداریم. نهادهای ناظر انتخابات به وعده های حکومت برای صدور فرمان اصلاح نظام انتخاباتی تا چند روز دیگر بی‌باور هستند. مسئولان این نهادها میگویند که در طرح تعدیل قانون انتخابات پیشنهادهای کمیسیون ویژه اصلاح نظام انتخاباتی کمتر گنجانیده شده است و اعضای کمیته گزینش نیز کاهش یافتند. ریاست جمهوری میگوید که پس از تصویب این طرح در نشست کابینه، رئیس جمهور غنی فرمان اصلاح نظام انتخاباتی را صادر خواهد کرد. سرانجام کمیته تقنین حکومت طرح تعدیل قانون انتخابات را نهایی کرد و این طرح انتظار نشست کابینه را می کشد. بعد از دریافت نظر حقوقی کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، هیئت رهبری حکومت وحدت ملی جلسات متعدد را دایر کرد. در این جلسات مسائل تکنیکی و حقوقی مورد بحث قرار گرفت. در جلسه شام گذشته تصمیم بر این شد که مسوده اصلاح شده قانون انتخابات آماده است تا غرض تصویب به جلسه کابینه ارسال گردد. هنوز روشن نیست که نشست کابینه کی برگزار خواهد شد تا سرنوشت این طرح نهایی شود، اما نهادهای ناظر انتخابات هنوز هم به این وعده های حکومت چندان باور ندارند. تا زمانی که عملا اقدامات صورت نگیره ما این اظهارات حکومت را مثل اظهارات قبلی میپنداریم، به خاطر که اعتماد روی اظهارات حکومت دیگه از بین رفته. جزئیات طرح تعدیل قانون انتخابات هنوز به رسانه ها نرسیده است، اما مسئولان برخی از نهادهای ناظر انتخابات میگویند که بر بنیاد اطلاعات آنان اعضای کمیته گزینش کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی کاهش یافتند و این طرح سبب اصلاحات بنیادی در نظام انتخابات نخواهد شد. تعداد کمیشنران کمیسیون انتخابات، میاد کاریشان و همچنان خود ساختار کمیته گزینش که تناسبی باشد، حداقل یک توازن از نهادهای دولتی و غیر دولتی تا موجود باشد، به اساس بسته‌های پیشنهادی کمیسیون اصلاحات انتخاباتی است. اما در خود متن قانون انتخابات که تغییر سیستم انتخابات بود، حوزه های انتخاباتی بود، این مورد هنوز پابرجا است. اکثر پیشنهادات کمیسیون اصلاحات انتخاباتی در نظر گرفته نشده و شامل طرح جدید نگردیده و در نهایتش دو موردی که اینا اضافه کردن کمیسیون سم شکایت حذف شده و به جایش یک بورد نظارتی ایجاد کردن. آوردن اصلاحات در نظام انتخابات و کمیسیون های انتخاباتی پیش شرط برای امضای توافقنامه ایجاد حکومت وحدت ملی بود که نزدیک به 2 سال پیش میان رئیس جمهور و رئیس اجرایه امضا شد، اما کارشکنی ها و موانع سبب شدند تا اصلاحات در نظام انتخابات عملی نشود و انتخابات شورای ملی و شوراهای ولسوالی ها نیز با بیش از 1 سال تاخیر روبرو گردد. مقام‌های مرکز آموزشی ارتش ملی میگویند که هراس افغانان بیش از این توان رویارویی با نظامیان کشور را ندارند. فرمانده هکل این مرکز در مراسم تجلیل از 97مین سال روز آزادی افغانستان میگوید که هراس افغانان داخلی و خارجی در تلاشند که بخش‌های از کشور را ناامن بسازند، اما نیروهای امنیتی افغانستان آنان را نابود خواهند کرد. جشن استقلال کشور. مرکزی آموزشی ارتش ملی در کابل امروز از 97مین سال روز استقلال افغانستان تجلیل کرد. در اینجا فرمانده کل مرکزی آموزشی ارتش ملی میگوید که نظامیان کشور هراس افغانان را نابود خواهند کرد. فرمان او کسانی که خواسته باشند این کشور را و این ملت را اسیر بسازند، حکومت دلخواه خود در این سرزمین پیاده بسازند، باز هم میگیم که ارمان را ده گور خواهد بردن. اینان میگویند که نظامیان کشور دیگر اجازه نخواهند داد که هراس افغانان بیش از این خونی مردمان بیگناه کشور را بریزند. اجازه نمیدیم که دشمن خونخوار سرزمین ما را ناامن بسازه و هیچ مادر دیگر در داغ اولادش نسوزه. افغانستان تسلیم هیچ ابرقدرت طاغوتی، چی بیرونی چی داخلی، هیچ وقت نشده و نمیشه انشاءالله رحمان. در این میان سربازان دانش آموز این مرکز نیز پیام هایی دارند. مثل یک سفر
آینی در مقابلشان ایستاد میشیم. او خپل وطن د خپل دشمنانو څخه وساتي. زموږ تخت مستو په افغانستان حفاظت کړئ. از تمام همسنگرای خود میخواهیم که از وطن خود دفاع کنند. همکنون در بسیاری از بخش‌های کشور نبردهای سنگین میان نیروهای دولتی و مخالفان مسلح دولت ادامه دارد. تا لحظات دیگر آغاز فعالیت کارخانه های پروسس سنگ شبین در ننگرهار. تمامی تبلیغات سازمان استخبارات نظامی پاکستان درباره افغانستان دروغین بوده است. باشندگان وزیرستان پاکستان که در ولایت خوست زندگی میکنند میگویند که سازمان استخبارات نظامی پاکستان همواره تبلیغات ضد افغانستان را براه انداخته است. آنان میگویند که در سالهای اخیر دریافتند که تبلیغات ضد افغانستانی سازمان استخبارات نظامی پاکستان دروغ بوده است. 4 کارخانه پروسس سنگ‌های شبین با هزینه 5.5 میلیون دلار در ولایت ننگرهار به کار آغاز کردند. مقام‌های محلی ولایت ننگرهار می‌گویند که پیش از این سنگ‌ها برای پروسس به پاکستان فرستاده می‌شدند، اما با به کار افتادن این کارخانه‌ها این کار در افغانستان انجام می‌شود. اینجا شهرک شیخ مصری در شهر جلال آباد است، جایی که کارخانه‌های پروسس سنگ‌های قیمتی با ویژه سنگ‌های شبین ساخته شده‌اند. والی ننگرهار میگوید که پیش از این سنگ ها برای پروسس به پاکستان فرستاده می شدند، اما اکنون با روی کار آمدن کارخانه پروسس سنگ های شبین این چالش از میان برداشته شده است. تو فایده دی یو ده چې په خپل ملک کې فابریکې فعالې کې، دوی مدا چې زمنګ افغانان ته کار زمينه مسايده کیږي، درې مدا چې د دینه کما واید راځي تورخم له د ګمرکاتو طریقې په تورخم باندې زی د ګمرکاتو کما واید راځي او واید زمنګ زیاتیږي. در این کارخانه ها که در حدود 5.5 میلیون دلار سرمایه گذاری شده است، برای 5000 تن زمینه کار فراهم خواهد شد. با هر فابریکا که تقریبا در 300 کسان نوالا ترسلور و 100 کسان پوری کار که مستقیمن و غیر مستقیمن با هر مادن که 500 نوالا ترشپک زور کسان بخدی. این کارخانه ها در هر ساعت قدرت پروسسی 80 تن سنگ را دارند. در همین حال سرمایه گذاران از حکومت می خواهند که برای بهبود کارهایشان باید به مشکل کمبود برقشان رسیدگی کند. برق نشتواله او موږ چې زیات زوری دی دولتی ادارو نه همغږي ده چې خپل منځ کې همغږي نه لري. تجاران دې ته آماده یو چې په افغانستان کې د ملک صنعتي کو، اما د دولت همکارۍ ته ضرورت دی. دوی زمینه برابرولو ته مونږ ته ضرورت دی. کارخانه های پروسسی سنگ های شبین در حالی ایجاد می شوند که نگرانی های جدی از قاچاق این سنگ ها نیز وجود دارند. تا لحظات دیگر جابجایی بمب افکن های روسی در ایران. پانزده تن از زندانیان گوانتانامو به امارات متحده عربی فرستاده شدند. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید که این زندانیان شامل 12 شهروند یمن و 3 شهروند افغانستان هستند که بر بنیاد توافق با امارات متحده عربی به این کشور فرستاده شدند. روسیه بمب افغانهایش را در خاک ایران جابجا ساخته است. وزارت دفاع روسیه میگوید که این بمب افغانها برای نخستین بار از شهر همدان ایران به پرواز درآمدند و هدفهایی را در خاک سوریه آماج قرار دادند. مسکو در کنار تهران از بزرگترین متحدان حکومت بشار اسد به شمار میروند. در همین حال مقام های ایرانی میگویند که یک گروه انتحاری جنگجویان داعش را در این کشور نابود ساختند. برای شنیدن خبرهای بیشتر در تلفن‌های همراهتان به 456 تماس گرفته و سپس 111 را فشار دهید. ادامه خبرها در طلوع نیوز تقدیم می شود. سپاسگزارم از توجهتان. از طلوع.
دفاعی روسیه روز سه‌شنبه تصویرهایی را پخش کرد که جنگنده‌های توپولوف 22 این کشور را در حال آماج قرار دادن هدف‌های در سوریه نشان می‌دهند. مسکو می‌گوید که این جنگنده‌ها مواضع گروه داعش را در ولایت‌های حلب، ادلب و دیرالزور سوریه آماج قرار دادند. روسیه پیش از این در انجام عملیات‌هایش در سوریه هیچگاه از خاک کشور دیگر کار نگرفته بود. این در حال است که نبردهای زمینی در سوریه نیز ادامه دارند. حلب خطرناکترین شهر در جهان است. تمام روز در این شهر بمباران می شود. زندگی عادی در اینجا به معنای بمباران هر روز است. زندگی عادی یعنی اینکه هر لحظه یک جنگنده را در آسمان ببینیم و گواهی حمله های هوایی باشیم. زندگی عادی در اینجا یعنی نبودی خوراک و نوشاب. با وجود ادامه درگیری‌ها در بخش‌های از سوریه، باشندگان شهر منبج که به تازگی از گروه داعش پس گرفته شده است، تلاش دارند تا زندگی و کاروبار را در این شهر از نو آغاز کنند. در این میان ترکیه می‌گوید که نیروهای کرد که این شهر را از داعشیان پس گرفتند، باید از آن بیرون شوند. افغانستان به وحدت ملی و منفعت ملی واحد نیاز دارد. در مراسم گرامی داشت از 97مین سال روز آزادی افغانستان، وزیر امور داخلی پیشین با تاکید بر این مطلب میگوید که نظام اداری در داخل نظام باید اصلاح گردد و تلاش شود تا این اصلاحات پایه های حکومت وحدت ملی را مستحکم سازد و این حکومت بتواند تکیه‌گاه برای شهروندان باشد. در این نشست که از بهر گرامی داشت 97مین سال روز آزادی افغانستان برگزار شده است، وزیر امور داخلی پیشین بر ایجاد یک هویت ملی و وحدت ملی تاکید می‌ورزد. این مقام پیشین حکومت با انتقاد از آوازهای برخواسته اخیر از سوی رهبران حکومت وحدت ملی می‌گوید که رهبران حکومت با صلاحیت‌هایی که از سوی مردم به آنان داده شدند، باید با بهره‌گیری از دانششان چالش های پیش آمده را از میان بردارند. این سر و صداها که نماینگر نفاق است، ما براتان بگویم بخیر و فلاح مردم افغانستان است. ما در نظام سازی همیشه سر از این فکر کردیم که امروز در خدمانه ترین کشورهای جهان هم پیشرفته ترین. هیچ امکانات وجود ندارد که تا شما نظام ساختارهای دموکراتیک درش نبرید، مردم سالاری را نبرید. با این همه وزیر مهاجرین و عودت کنندگان یگانه راه نجات افغانستان را از بحران و چالش های کنونی در وحدت شهروندان کشور میگوید. ما زمانی میتونیم به این ناهنجاری ها، به جنگ، به بحران، به مشکلاتی که در کشور هست نقطه پایان بگذاریم که وحدت ملی داشته باشیم و همه یک افغان باشیم. در همین حال برگزار کنندگان این نشست از رهبران حکومت وحدت ملی می‌خواهند که به منافع ملی ارج گذارند. امروز افغانستان متاسفانه به یک حالت استعمار قرن 21 داره داخل میشه. استعمار قرن 21 کدام دنبشاخ نداره. استعمار قرن 21 شما را محتاج تمام ابزار عسکری و اقتصادی خود می سازد. از ملت واحد افغان می طلبم تا با درک وضعیت حساس کنونی با بیداری هوشیاری کامل در حراست از منافع ملی، وحدت ملی و هویت ملی و افغانی خیش بکوشند. زوانانو ملی ورز، دی ملی ورز المنزل، دی ملی اشخاص المنزل، دی آغوی یا دول، پومنگ تاسو باندې لازم دی باید دوی قدر وکو. با آن همه این شرکت کنندگان از شاه امان الله خان همچو شخصیت در تاریخ کشور یاد می کنند که آرمان های وی آزادی، پیشرفت، ترقی و وحدت بود و می افزند که شخصیت شاه امان الله در تاریخ کشور تا اکنون دوباره تکرار نشده است. 48 کودک بیمار استخوان شکن و سوختگی برای درمان به آلمان فرستاده شدند. جمعیت هلال احمر میگوید که بر بنیاد توافقنامه میان دهکده صلح آلمان و هلال احمر افغانستان کودکان به آلمان فرستاده شدند. سکرتر جنرال هلال احمر افغانستان میگوید که در این دور کودکان زیر سن 11 سال که بیماری استخوان شکن و سوختگی دارند به آلمان برای درمان فرستاده شدند. این 48 کودک که برای درمان به آلمان فرستاده می شوند
به بیماری استخوان شکن و سوختگی مبتلاستند که از 28 ولایت کشور گرد آوری شدند. فرستادن کودکان بیمار به آلمان بر بنیاد یک موافقت میان دیکده صلح آلمان و هلال احمر افغانستان از سال 1988 میلادی به این سو صورت میگیرد که درمان این کودکان به گونه رایگان از سوی دیکده صلح آلمان انجام میشود. در این پروگرام اطفال که سنشان کمتر از 11 سال است شامل می باشند و چی نوع مریضا را یا قبول می کنند؟ دو نوع مریض قبول می کنند که یکی مریضا است که استخوان شکن دارند و یکی مریضا است که سوختگی دارند. جمعیت هلال احمر میگوید که این کودکان پس از تشخیص و آزمایش از سوی دکتران دهکده صلح آلمان در افغانستان به آلمان فرستاده می شوند. اینا سال دو بار در افغانستان تشریف میارند. هر 6 ماه بعد یکی در ماه حسد است هر سال و یکی در ماه دلو است. پیش از اینکه اینا تشریف بیارن ما تبلیغات از طریق ریاست های سرمیاشت خود در تمام افغانستان شروع میکنیم، به اطلاع مریضدارا میرسانیم. جمعیت هلال احمر افغانستان میگوید که به تعداد 84 کودکی که درمان شدند به روز 31 مای اسد از آلمان دوباره به کابل برمیگردند و به تعداد 37 کودک دیگر که نیازمند درمان بیشتر هستند برای مدت بیشتر بر آلمان خواهند ماند و پس از درمان به کابل برخواهند گشت. نیروهای هوایی افغانستان با کمبود هواپیما و نیروی حرفه‌ای روبرو هستند. گفته می شود که کمبود نیروهای هوایی سبب شده است که نبرد با طالبان در بخش‌های از کشور با دشواری‌های روبرو شود. اما با این همه این نیروها در 5 ماه اخیر بیشتر از 6000 عملیات انجام دادند. نیروهای زمینی کشور در نبردها همواره بر افزایش پشتیبانی هوایی تاکید می‌ورزند. بمباران پایگاه های طالبان و انتقال زخمیان از میدان های جنگ بخشی از خواستهای این نیروها هستند. اما به نظر می رسد که تا تجهیز کامل نیروهای هوایی کشور زمان بیشتر نیاز است. ما حد اقل باید 3 پرواز کنیم، حد اکثرش 4 پرواز. اما بعض بیشتر اوقات روزای میشه که ما تقریبا 9 پرواز الا 10 پرواز هم کردیم. از 7 صبح پرواز کردیم تا 6 دیگر هم حد اکثرش 5 پرواز یا 4 پرواز تا این کرده و نور میشه رقم اگر زود زیاد شد همان آدم خسته میشه، بسیار خسته کن تمام. ایالات متحده آمریکا نیروهای هوایی کشور را پشتیبانی میکند و به تازگی چندین هواپیمای جنگی نیز در اختیار این نیروها قرار داده است. اما خواست این نیروها بیشتر از این است. ما قوای هوایی با دیسپلین، با انضباط انکشاف شده و با تکنیک و پرسنل و قوی باید داشته باشیم. قوای هوایی دفاعی داشته باشیم. در یک سال اخیر کم از کم 9 هواپیمای ارتش از بین رفتند. امسال تنها 2 چرخبال می-17 از بین رفتند که به گفته نیروهای آمریکایی نشان دهنده بیشتر شدن تجربه نیروهای هوایی افغان است. همیشه کوشش میکنیم که واسطه ما فعال و آماده باشه تا که به مردم افغانستان از طریق هوایی کمک ما برسه. با پایان یافتن ماموریت جنگی نیروهای خارجی، عملیات‌های نیروهای هوایی افغانستان نیز افزایش یافتند. عملیات‌های نیروهای هوایی افغان از 10060 عملیات در سال 2014 میلادی به 22260 عملیات در سال 2015 میلادی افزایش یافتند. در 5 ماه اخیر این نیروها 6930 عملیات انجام دادند. یک حمله بزرگ طالبان بر ولسوالی بالا مرغاب ولایت بادغیس از سوی نیروهای امنیتی عقب زده شد. سخنگوی نیروهای ویژه اردوی ملی در حوزه غرب میگوید که طالبان دیشب به هدف تصرف این ولسوالی از 400 بر پاسگاه های امنیتی این ولسوالی حمله کردند. اما پس از کشته و زخمی شدن بیشتر از 100 تن عقب زده شدند. در همین حال قول اردوی 207 ظفر با پخش خبرنامه از کشته شدن 4 فرمانده بلندپایه طالبان در این درگیری ها خبر می دهد. از 4 روز به این سو درگیری ها در ولسوالی بالامرغاب به ولایت بادغیس ادامه دارند. اما دوشنبه شب حراس افکنان از 4 جبهه بر پاسگاه های امنیتی این ولسوالی هجوم آوردند و تلاش نمودند اداره این ولسوالی را از دست نیروهای امنیتی بیرون کنند. اما نیروهای امنیتی از شب تا صبح جنگیدند و حراس افکنان را عقب زدند. سخنگوی کندک نهم نیروهای ویژه اردوی ملی میگوید
که در این درگیری 55 هراس افکن کشته شدند و 48 تن دیگرشان زخم برداشتند. شمار از فرماندهان شناخته شده طالبان نیز در میان کشته شدگان این رویداد هستند. ملا زین الدین قماندان عمومی طالبان و ملا احسان الله رئیس تنظیمات طالبان در 5 ولایت زون غرب و همچنان ملا تورجان یکی از قماندانای مشهور ملا خان محمد و ملا محمد زی شامل کشته شده ها هست. ولسوال بالامرغاب میگوید که در این درگیری نزدیک به 3000 هراس افکن از ولایت های شمال و شمال غرب شرکت داشتند و چندین جنگجوی خارجی نیز در میان زخمیان هراس افکنان هستند. شدت این درگیری ها در بخش های جویگنج و اکازه های بالامرغاب بوده است. نیروهای هوایی اردوی ملی نیز در این عملیات بر هراس افکنان گلوله‌باری کردند. هیچ وقت دخمن توان نلری سی افغانستان مختت للای ملک در 5000 کلم تاریخ لری، هر وقت با کللای موگ اسلام دین پرهنگ ایچ کلا په هیچ وخت چاته نو سوار کولای. مونږ په دې باندې په هر رقم شرایطو کې هر رقم غواړو چې د وطن او د خاورې د هر ولایت او د هر منطقې د هر ګوشې حفاظت او ساتنه وکړو، ترڅو زمونږ هغه ورونه او هغه خویندې چې په کورونو کې ژوند کوي هغوی آرام او سوده او خپلو مکتبونو او درسونو ته دوام ورکړي. ولسوالی بالامرغاب بادغیس اهمیت ویژه برای تامین امنیت ولایت های شمال غرب دارد و این چندمین بار است که هراس افکنان تلاش می کنند در این ولسوالی حاکم شوند تا به راه اطمینانی از شمال به غرب دست یابند. نیروهای خیزش مردمی در ولایت بدخشان ادعا دارند که از چند ماه بدین سو آنان حقوق ماهانه ایشان را نگرفتند و مقامهای امنیتی تمامی اکمالاتشان را قطع کردند. فرمانده نیروهای خیزش مردمی در ولایت بدخشان از نهادهای مسئول میخواهد تا به این مشکلشان رسیدگی کنند، اما مقامهای محلی ولایت بدخشان میگویند که تمامی حقوق نیروهای خیزش مردمی را به وقت و زمانش اجرا کردند. پس از آن که مخالفان مسلح دولت عملیات عمریشان را برای تسخیر مرکز و ولسوالی های بدخشان از چندین استقامت آغاز کردند، نیروهای امنیتی بجز یاری خواستن از خیزش های مردمی دیگر راهی در پیش نداشتند. فرماندهان جهادی پیشین با جنگ افزارهای دستاشته ایشان به کمک نیروهای رزمی برای دفع از اراضی بدخشان شتافتند. اما اکنون این نیروها می گویند که حکومت تا اکنون برایشان حقوق ماهانه ایشان را و نیز اعاشه و اباطه ایشان را ندادند. سلام خدای خدمت است دیگه، از چی نداریم دیگه، نه اعاشه داریم نه معاش نه کم مدرکی به ما دولت تانوز قائل نشده. 13-14 نفر شهید ما داریم. با احساسی که داریم در مقابل به حساب چیز وطن دیگه از اراضی وطن حراست میکنیم و به حساب چی میکنیم. در همین حال فرمانده نیروهای خیزش مردمی در بدخشان میگوید که آنان در تمامی عملیات های خرد و بزرگ به کمک نیروهای رزمی شرکت میکنند و در عقب زدن مخالفان نقش کلیدی را داشتند، اما حکومت را در دادن حقوقشان به بی‌پروایی متهم می‌کنند. مردم تا حالی که در پالوی مبادات تقاضا نکردند، اما دولت از باید یک امتیاز برشان قائل باشه که با در آینده بخشان مشکل میشه. همین کسایی در که هستن، من خودم که میفهمم همه ایش مردم های گرسنه هستن، مردم های بسیار غریب و عاجز هستن. اما مسئولان امنیتی بدخشان این ادعاها را رد میکنند و میگویند که نیروهای خیزش های مردمی را مانند پلیس محلی تجهیز تمویل کردند. دی شک نیست که خیزش های مردمی در بدخشان بسیار مؤثرند، مؤثر بودند در گذشته هم مؤثر بودند، حالا هم مؤثر هستند. ما معاش و یاشه اونا را به طور مستمر دادیم. در شرایط جنگ، در لحظاتی که جنگ شروع میشه برشان مهمات نظامی توزیع میکنیم. البته توقع از حد ظرفیت ما بالاتر است. از آغاز فصل بهار تا اکنون تمامی عملیات های خرد و بزرگ در بدخشان مانند اسپینگل، ولسوالی خاش، درائیم، وردوج، دشت شیوه و ولسوالی راغستان این ولایت از سوی نیروهای رزمی کشور صورت گرفته است، نیروهای خیزش مردمی شرکت کردند و به هراس افگنان ضربه محکم وارد کردند. ثبت و اعلام دارایی های مقام های دولت یکی از تعهدات حکومت تا نشست بروکسل است. اداره عالی مبارزه با فساد اداری از پنهانکاری های برخی از مقام های دولتی در کار ثبت دارایی هایشان خبر می دهد. سخنگوی این اداره می گوید که تا اکنون 6 تن از مقام های بلندپایه حکومت دارایی هایشان را ثبت نکردند و برخی دیگر از مقام ها در ثبت دارایی هایشان پنهانکاری کردند. جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری، انجینیر خان محمد و محمد محقق، معاونان ریاست اجراییه محمد حنیف اطمر مشاور امنیت ملی و سلام رحیمی رئیس اداره امور تاکنون دارایی‌هایشان را ثبت نکردند.
تنها معاون سری اول تا هنوز فرمشون تسلیم شده اما پس دوباره برای ما ارسال نشده. هر دو معاون سری ریاست اجرایی، رئیس دفتر شورای امنیت و رئیس ارگان های محل، رئیس اداره امور، اینا کسانی هستند که فرم های دارایی برایشان تسلیم داده شده، تا هنوز اونا فرم های داراییشان تکمیل نشده و برای ما راجع نشده. ریاست اجرایی درباره ثبت نشدن دارایی معاونینش چیزی نمیگوید. نزدیکان جنرال دوستم میگویند که به مجرد برگشت جنرال به کابل فرم دارایی هایش را ثبت خواهد کرد، اما مشاور امنیت میگوید که فرم ثبت دارایی هایش را به این اداره فرستاده است. دارایی ها در قدم اول ثبت نمی شود که بعضی از مقامات حکومتی داره واقعا دارایی خود ثبت نکردند، در بالاترین رده های افراد قرار دارند، واقعا که وضعیت حسابدهی را به مردم و شفافیت را بسیار خدشه‌دار ساخته. نهادهای مبارزه با فساد می‌خواهند که برای بررسی دقیق و ثبت دارایی‌های مقام‌های دولتی و نیز اندازه درآمدهای این مقام‌ها کمیسیون بی‌طرفی ایجاد شود. او باید یک کمیسیون دیگه باشه، به اصطلاح دیگه به شکل حقیقتیاب که واقعا نمی چیزایی را که ثبت کرده ای واقعیت داره نداره. بعضی اگر شما ببینید همین کسی که در این خود ثبت کرده در حدود 5000 تا 4000 هم ثبت کرده، این واقعیت 4000 و 5000 به می سطح هست. ثبت و اعلام دارایی های مقام های دولتی یکی از تعهدات حکومت وحدت ملی تا نشسته بروکسل بوده است. توربین سوم نیروگاه کجکی تا دو ماه دیگر به بهره برداری می رسد. شرکت برشنا می گوید که توربین سوم این نیروگاه ظرفیت تولید 18 مگاوات برق را دارد. در همین حال رئیس دفتر زیر ساخت های اداره توسعه ایالات متحده آمریکا می گوید که در کار نصب توربین سوم این نهاد دو توربین دیگر را نیز بازسازی می کند تا تولید برق این نیروگاه افزایش پیدا کند. بند برق کجکی یکی از پروژه های جنجالی در کشور بوده است که با گذشت 10 سال هنوز هم کاران به پایان نرسیده است. اما اکنون مسئولان شرکت برشنا میگویند که توربین سوم بند برق کجکی با کمک اداره توسعه ایالات متحده آمریکا تا کمتر از 2 ماه دیگر به بهره برداری سپرده خواهد شد. مسئولان این شرکت میگویند که با به کار افتادن این توربین نیروی برق بیشتر تولید خواهد شد و نیز زمین های بیشتر در ولایت های کندهار و هلمند آبیاری خواهند شد. وقتی که توربین سوم فعالیت خودش رو میکنه ظرفیت تولید برق در بند کجکی به اندازه کافی بالا میره و این به خاطر از اینکه ما ایره موفقانه انجام بتیم برای مدت 50 تا 60 روز ما مجبور شدیم که خود فابریکه تولید برق در کجکی را پرچاو کنیم یا توقف بتیم. در این حال رئیس دفتر زیرساخت‌های اداره توسعه ایالات متحده آمریکا میگوید که با نصب توربین سوم مشکل مردم از رهگذر کمبود برق حل خواهد شد. نصب توربین سوم بند برق کجکی بخش از پروژه انرژی قابل تجدید و کم مصرف در ولایت کندهار و هلمند است و ما میکوشیم تا تولید برق در این نیروگاه افزایش یابد. از همین رو دو توربین دیگر این بند را نیز بازسازی میکنیم. به گفته یه شرکت برشنا با نصب توربین سوم بند برق کجکی ظرفیت تولید برق در این نیروگاه به 51 مگاوات خواهد رسید. اداره توسعه ایالات متحده آمریکا تا کنون بیش از 800 میلیون دلار در بخش بازسازی شبکه های برق وارداتی و ترمیم سیم های برق وارداتی کمک کرده است. میزان واردات در 3 ماه نخست امسال در مقایسه با 3 ماه نخست پارسال 23% کاهش یافته است. مسئولان احصایه مرکزی میگویند که در کنار کاهش میزان واردات در 3 ماه نخست امسال، صادرات نیز 1.7% کاهش یافته است. اما با توجه به کاهش واردات کسر بیلانس تجارت از 93% به 92% پایین آمده است. بر بنیاد آمارها افغانستان در 3 ماه نخست امسال به ارزش بیش از 400 میلیون دلار واردات داشته است که نسبت به سال پار 23% کاهش را نشان می دهد. اما به ارزش 2 میلیون دلار تولیدات داخلی به بیرون از کشور صادر شده است. با توجه به میزان واردات و صادرات کسر بیلانس تجارت 1.1% کاهش را نشان می دهد. نباتات تیلی که اون هم بخش بسیار مهم مواد خام تشکیل می ده. او در حقیقت 2 میلیون دلار افزایش داشته صادراتش.
که اگر مواد خام صادراتش جلوگیری شود و در داخل کشور به مواد پخته تبدیل شود، هم باعث از این میشه که کار ایجاد بکنه و هم در تولید ناخالص داخلی یک افزایش نشان خواهد داد. در این حال آگاهان امور اقتصادی میگویند که کاهش واردات از بیرون از کشور زمینه را برای رشد تولیدات داخلی مساعد ساخته است و حکومت باید با روی دست گرفتن برنامه های گسترده تولیدات داخلی را حمایت کند. مشخص کردن فرصت های بالقوا و ظرفیت های بالقوه اقتصادی کشور ماستند که بالای از او سرمایه گذاری صورت گرفت و زیربناهای اقتصادی و بعضی از تاسیسات ملی ما روی از او سرمایه گذاری صورت گرفت و به بهره برداری سپرده شد. تولید تانستیم که یک مقدار ایجاد کنیم. عضویت ما در سازمان تجارت جهانی خودش یکی از عوامل هستند که تانستن روی تاثیر کسر بیلانس تجارت ما تاثیر مثبت داشته باشه. با گفته مسئولان احصای مرکزی، مواد نفتی و اجناس فلزی از عمدترین اقلام وارداتی است و میوه های تازه و خشک سبزی ها از مهمترین اقلام صادراتی کشور به شمار می رود. در اخیر هم چند گزارش ورزشی را ببینید. سپاسگزارم از توجهتان. شب خوش. پایتخت میزبان رقابت های انتخاباتی تیم های ملی آشیا را کاراته افغانستان. کاراتکاران 19 ولایت کشور اینجا به کابل آمدند تا برای به دست آوردن پیراهن‌های تیم‌های ملی کشور در برابر هم به مبارزه بپردازند. این پیکارها در یک مراسم ویژه آغاز شدند. مسابقات ملی آشیارا کاراته است که ما می‌خواهیم با برگزاری این مسابقات تیم منتخب آشیارا کاراته را در 3 کاتگوری نوجوان، جوان و بزرگسال انتخاب کنیم. بدبختانه موږ په هلمند ولایت کې ډیر سخت جنگونه دي، کوم ولسوالۍ موږ لاس ورکړې دي، په لاره کې ډیر مشکلاتونه وسم مرده هلمند لاره بند ده. فدراسیون آشیارا کاراته کشور میگوید که قرار است تا 2 ماه دیگر پیکارهای جهانی آشیارا کاراته در رومانیا برگزار شوند و برای شناسایی چهره های تازه و برتر برگزاری این رقابت ها یک نیاز است. در 2 بخش ما بهترین ها را انتخاب میکنیم، هم در بخش کاتا یا فرم و هم در بخش مبارزه. بسیار بچه آماده است، امید است که انشالله مقام های اول و دوم انشالله بگیریم. بازی های جهانی آشیارا کاراته هر 2 سال یک بار برگزار می شوند و افغانستان از دور پیش این رقابت ها که در انگری برگزار شده بودند یک مدال نقره توسط سید شریف سخیزاده در کارنامه دارد. 7 دور رقابت های انتخاباتی تیم های جوانان و نوجوانان کیک بوکسینگ کابل آغاز شدند. این بازی ها برای گرامی داشت از روز آزادی کشور برگزار شدند. 280 نفر از هر کلاب های افغانستان اشتراک کرده این مسابقات. دیگه از این 280 نفر 10 نفر اول کار داریم و 10 نفر سیم و 10 نفر دوم. بینیمی شکل ما چهره های خود انتخاب میکنیم. هدف از برگزاری این پیکارها گزینش بهترین چهره ها به تیم های منتخب کابل گفته شده است. آرزوی بزرگ من این همیست که به تیم ملی و خیرها بیاسم و بر افغانستان خدمت کنم و بر افغانستان قهرمانه برم. ما سعی کوشش خودم میکنم که مثلا در مسابقاتی که پیش روی داریم یک مدال، یک افتخار به افغانستان و کشور خود بیاریم. در این رقابت ها نزدیک به 300 ورزشکار از باشگاه آزاد شهر کابل حضور دارند و برای 5 روز در برابر هم به رقابت میپردازند. در 10 روز از المپیک 2016 ریو و در جدول کشورهای برنده مدال، تیم امریکا همچنان در صدر است و بریتانیا، چین و روسیه رده های بعدی را در اختیار دارند. در پایان 10 روز از رقابت های المپیک برازیل، امریکا با اختلاف زیاد در صدر جدول توزیع مدال ها قرار گرفت و ایران بر رده 29 سقوط کرد. در 10 روز از رقابت های 31 دور بازی های المپیک برازیل برای برندگان رشته های کشتی فرنگی، وزنه‌برداری، دوچرخه سواری، ژیمناستیک، مشت زنی، سوارکاری، شنا و دوش مدال داده شد. در پایان این روز امریکا جمع مدال های خود را به عدد 75 رساند. امریکا هم اکنون با 26 مدال طلا، 23 نقره و 26 برنز در صدر جدول رده‌بندی تکیه زده و اختلاف خود را با دیگر تیم ها زیاد کرده است. بریتانیا با 1 طلا بیشتر از چین برای 2 روز رده 2 را برای خود حفظ کرد. این کشور با 41 مدال شامل 16 مدال طلا، 17 نقره و 8 برنز دوم است. چینی ها در روزهای اول رقابت سنگین با امریکا برای صدرنشینی داشتند. در روز 10 نتوانستند از رده 3 صعود کنند و رقابت نزدیک با بریتانیا دارند. این کشور با 46 مدال شامل 15 مدال طلا، 14 نقره و 17 برنز 3 است.
اما کشورهای روسیه، ایتالیا، آلمان، فرانسه، ژاپن، استرالیا و کره جنوبی در رده های 4 تا 10 قرار دارند. در این روز کاروان ایران بدون مدال به کار خود پایان داد و با این حساب با 7 پله سقوط در جدول نسبت به روز پیش بر رده 29 سقوط کرد. کشور یونان با افزودن 1 مدال طلا در ژیمناستیک به همراه ایران در این رده ایستاد. اما جامائیکا شب گذشته با کسب مدال برنز در دوش و در رده 28 قرار گرفت. در این روز برازیلی ها 2 مدال دیگر در رشته های شنا و ژیمناستیک و در پایان روز 1 مدال طلا در ماده پرش با نیزه مردان کسب کردند تا جمع مدال های خود را به عدد 9 برسانند و از رده 31 به رده 16 جدول صعود کنند. کشور ازبکستان با کسب مدال طلا توسط وزنه‌بردار دسته 105 کیلوگرم خود در این روز جمع مدال طلای خود را به عدد 2 رساند و به رده 27 و 2 پله بالاتر از ایران صعود کرد. And she goes here in this race, the number 2 all time. پس از آن که روز جیبت دونده کینیایی الحاصل دوش 3000 متر با مانی توانست مدال طلای المپیک را برای بحرین کسب کند، در سکوی نخست و 1 پله بالاتر است ایون جپکیموی دونده دیگر کشور خود که موفق به کسب مدال نقره شده است قرار گرفت. جیبت 19 ساله و متولد کینیا است. او از سال 2013 به عنوان نماینده بحرین در رقابت‌های جهانی شرکت می‌کند. طلای جیبت نخستین مدال کسب شده به وسیله بحرین در این پیکارهاست. روز گذشته همچنین دونده کینیایی دیگری توانست نخستین مدال نقره را برای بحرین کسب کند. بحرین در مجموع 3 مدال المپیک دارد که اما آنها را دونده های اهل افریقای شرقی با تغییر ملیت خود برای این کشور به دست آوردند. سابقه ورزشکارانی که در چهارچوب ملیت دیگر در رقابت المپیک شرکت می کنند به اندازه قدامت خود این مسابقات. حتی در رقابت المپیک در دوره باستان ورزشکاران به نمایندگی از شهر دیگر در پیکارها حاضر می شود. بر بنیاد مقررات المپیک مدرن در صورت تحقق 2 شرط امکان شرکت به عنوان نماینده یک کشور دیگر برای هر ورزشکار وجود دارد. نخست آن که ورزشکار باید شهروند کشور دوم و شمار بیاید و دیگر آن که حدود 3 سال به نمایندگی از کشور اصلی خود در این رقابت ها شرکت نکرده باشد. دلایل زیادی وجود دارد که یک ورزشکار ترجیح می‌دهد نماینده کشور خود در المپیک نباشد، اما درباره ورزشکاران کینیایی نام برده تنها دلیل حضور آنها در این رقابت‌ها با نمایندگی از بحرین دریافت پول قابل توجه است. Yes, it is Greeby, but she's tucked way, way back. She's well, a familiar pattern too in this steeplechase. Kenyan-born athlete leading. گفته می شود در سال 2003 میلادی قطر 2 دونده کینیایی را در ازای پرداخت ماهانه $1,000 حتی در زمان بازنشستگی به خدمت گرفت. قطر همچنین 1 تیم وزنبرداری بلغاریایی را خریداری کرد. دوندگان از مصر، سودان، نایجیریا و مراکش در تیم اعزامی بحرین بر رقابت‌های ریو حضور دارند. تیم دوش بحرین در رقابت های المپیک از 6 دونده ایتوپی، 6 دونده کینیا و 3 دونده نایجیریا تشکیل شده است. در این تیم هیچ دونده بحرینی الحاصل وجود ندارد.